ای عشق، آهسته بریز که غم زیاد است. ای شمع، آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم، کسی یار کسی نیست. هر مرد شتردار او ویسی قرنی نیست. هر شیشه ای گل رنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرد دلان پند مده، خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. من امروز تصمیم گرفتم که مختصر تحلیلی همین غزل کنم. اگر کسی محتاج تحلیل نباشد، خدا نگهبان، به کسی دیگر، به کسی که محتاج تحلیل است تحلیل کنید، خوش به حالتان. و کسی که محتاج باشد، اینک آسان و مختصر برای شما پیشکش شما میگردونم انشاءالله. روز شمس تبریزی، شاعران مثلا پیش از اونی که غزل نویسند، شعر نویسند، اول الهام میآید. شمس تبریزی در حال پس از آمدن الهام به خانه خود آمد، به کلبه خود آمد، قلم و کاغذ را گرفت، عشق از چشمش ریزان شد. شمس تبریزی گفت: ای عشق، آهسته بریز که غم زیاد است. ای عشق من، تو سراسیمگی نکن. آن چیزی که در سری من هست بسیار مدت را میگیرد تا که من به نظم درآرم. آن مشکلات هایی که نسبت آدمیت هست، آن مشکلات هایی که بین آدمیت هست، تا که من به نظم درآرم، آن چیزی که در فکر من آمد، آن الهامی که بالای سری من آمد، خیلی بسیار است. شاید که مدتی دراز را بگیرد. ای عشق من، صبر کن، آهسته بریز که غم زیاد است. گفتند: ای شمع، آهسته بسوز که شب دراز است. شمع هم گفتند: ای شمع، شاید که این شب ما شب طولانی باشد، شب بیدار شبی باشد، خیلی خیلی زیاد است آن فکرهای من. آهسته بسوز برای من رفشنی بکن. پیش از آنه که مصرع سیوم را پیشکش شما کنم، میخواهم گفت که این شعرها و غزلهای بزرگان ما، یعنی بعضی آدم ها میگویند که یعنی این زمان انکنون آمد، یعنی همین زمانی که حاضر ما و شما زندگی میکنیم، یعنی همین زمان آمد که برادرکشی، یک دیگر رنجانی، بدبینی و بدخواهی و جنگ ها بین پدر و مادر، بین فرزند و والدین و دیگر و دیگر، همین مشکلات هایی که بالای ما هست و بسیار غزل هایی که نویستگی مثلا بزرگان ما، سعدی، حافظ، خیام، شمس تبریزی، مولانا، جلال الدین رومی، دیگر و دیگر. من گفتنی هستم که تقریبا 1000 سال پیش شمس تبریزی، 900 سال پیش، همین غزل را، شعر را نویستن. یعنی که همین بدبینی و خوبی و بدی از اول بود.
مشکلی نفهمی بدی از اول بود. بهترین مخلوقی که خداوند خلق کرد این آدم است. با بهترین صورت، بهترین شرایط ها را، تمام شرایط ها مهیا، خداوند با عقل، با صورت زیبا آفرید. اما از همه بدترین مخلوق همین آدم هست. بالای همین بهترین با بدترین هم آدم است، برادران اهل اسلام. برای همین از ازل، از اول این مشکلات ها هست که هزار سال پیش شمس تبریزی عشق خود را ریزان گفتند. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. امروز گفتن یک سری خدا یک برادر خود به گفته نمی شد، دوست حقیقی نیست یک دیگر به باوری کرده نمی شد. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. اویسی قرنی تابعین، تابعین گفته یعنی که یک شخصانی که از صحابه ها علم گرفتگی، از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابعین میگن. اویسی قرنی در دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن، زادگاهشان یمن بود، اما دیدار پیغمبر خدا را دیدگی نیستند. خیلی پیغمبر خدا را دوست میداشتند. بسیار فکلادای بسیار در اسلام ما و شما کردگی هستند. از سببی که مادری کسل داشتند به دیدار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده نتانستند. خب این دیگر موضوع هست، مصلحت میدهم در باره اویس قرنی حتما بخوانید. خیلی یک فیگور بزرگ در اسلام بودند. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. یعنی که همین هر یک سنگ و گل گوهر نایاب نگردد، یعنی که همین مینرال ها، همه مینرال ها قدر و قیمت ندارند. مثلا بعضی مینرال هایی که هست یکان نرخ ندارند، بعضی مینرال هایی هست که قدر و قیمتشون خیلی زیاد، بمانند طلا و الماس و دیگر و دیگر و دیگر. هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. گرچه نام یک شخص محمود یا احمد باشد، این معنی او رو ندارد که او پیامبر است. یعنی که این معنی ندارد که و آدمی خوب. نام یک کس رودکی مانی و شاعر نمی شود. نام یک کس لایق شیرعلی مانی و شاعر نمی شود. یک نام یک کس عمر مانی همچون عمر نمی شود. مثلا همین آدمی که خدا زدگی و یا نه نام درست میکند و نه استازی خوب. انا این دوامش به حضرت میگویند بر مرد دلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. بر مرد دلان، مرد دلان گفته همه آدم هایی که خدا زدگی، آدم هایی که دلاشان مردگی، آدم هایی که کردیل هستن، یعنی که به ایشان فایده ندارد. دعوت شما، پند نیک شما، سخنای خوب شما فایده ندارد، همچنانه که زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. ابو جهل یکی از اولترین و بدترین دشمنی حضرت محمد بود. یعنی که همچون آدمانی که همچون همین ابو جهل هستن، وقتی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اسلام دعوت کرده نتانست، بعد از کردیلانی که این زمان هستند، گفتن شمس تبریزی، یگان پند و نصیحت سخنان خوب فایده ندارد. با مرد خدا پنجه میفکن چون نمرود، این جسمی خلیل است آتش زدنی نیست. نمرود گفته یک شاه بود در زمان حضرت ابراهیم خلیل الله، که حضرت ابراهیم را خواست بسوزاند. چند بار به آتش پرتافت، حضرت ابراهیم نسوختند. انا این دیگر موضوع هست، این چون این مصلحت میتیم تا که در باره حضرت ابراهیم بخوانید و بسیار معجزه های شدگی هست. این قصه قرآنی است، در قرآن آمدگی است. برای همین حضرت میگویند با مرد خدا پنجه میفکن چون نمرود، این جسمی خلیل است آتش زدنی نیست. و
وقتی که خداوند تو حمایت میکند، وقتی که تو توکل به خدا میکنی، وقتی که تو در پناه خدا هستی، یگان کس به تو یک خاری هم خلانده نمیتوند. همچنانی که من نمرود دعوای خداوندی کرد، من خدا گفت، غیر از من دیگر خدای نیست گفت، ابراهیم هستی ابراهیم آمدن گفتن تو ای تو دروغگو هستی، خداوند یک تا هست، الله هست، هستی ابراهیم خاص سوزاند نتانی سوخته. با مرودی همین هم پس از آنه که دید که آتش ابراهیم را نمی سوزاند، ایمان نا آورد. همچو ابو جهل چه خیلی که در مصرهای بالا گفتیم، یعنی که واللهی که این فقط همش موفق قرآن و حدیث است. وقتی که یک شخص را خداوند زد، یک آدمی خدا زده باشد، یگان کس او را برای راست بردن نمیتوند. و شخصی که در حمایه الله باشد، واللهی که یک کس یک خار خلانده نمیتوند. مقصدی نظم های شمس تبریزی همین است. این واللهی که همش از قرآن و حدیث است، یگان چیز بیرون نیست. خب خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. یعنی که وقتی که دشمنت برای تو تبسم کرد، وقتی که دشمنت نسبت تو محبت اظهار کرد، باوری نکن، گفتم خرسند نشو. خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جلاد گفته شخصی سربر را میگویند، یعنی شخصی که سر را از تن جدا میکند. وقتی که جلاد تبسم میکند، این معنای آن را ندارد که سر تو را از تن جدا نمیکند. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. وقتی که برادر خونی تو با تو برادری نکند، دوستی نکند، بعد از بیگانگی چی گله؟ صد بار دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. اینجا فکت است. یعنی که وقتی که مادر به شیر می شود، تولد می کند کودک را و شیر ندارد، یک زنی دیگر کودک را شیر می دهد، همان زن را دایه می گویند. چقدر که شیر ندهد، وای مادر حقیقی شدن نمی تواند. یعنی که اینجا نمی گوید که وای آدم گنده یا نقص، مقصد این فکت است که چقدر که شیر ندهد، بیالگی چیست که مادرش، همون مادری که تولد کرد. این بود یکی از پندهای بهترین شمس تبریزی که من مختصر به زبان لهجوی برای شما برادران گرامی قدر تحلیل کردم تا که فهما باشد. و اگر برای یک شخصی هم گفته های من، یعنی که رساندن من، اگر فایده بیارد، منفعت بیارد، خیلی خرسند می شوم. خوشحال و خانه آباد باشید.